در نزدیک به یک ماه گذشته مذاکرات صلح افغانستان در اینجا در دوحه ادامه دارد. دو طرف افغانی این مذاکرات در ساختن کارشیوه برای مذاکرات گیر ماندند. یعنی مذاکرات برای مذاکرات هفته ها را در بر گرفته و پیشرفت در این روزها ندارد. اگر از این قله بگذریم و بحث رسمی روی مذاکرات آغاز گردد، اصل کار از آنجا شروع می شود و چالش ها هم احتمالاً بزرگتر از امروز. به چه قیمت؟ چقدر وقت داریم؟ نقش امریکا در این مرحله چیست؟ چشم ها به کی دوخته شده؟ مهمان من امروز دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان است. دکتر صاحب، خوشحال هستم در دوحه میبینیم. سلامت باشیم، من خوشحال هستم که شما رو میبینم. چی مصروفیت دارن در دوحه؟ فکر میکردم که یک بخش کار کلان امریکا تمام شده، شما عادت کردین به شهر. یک بخش کار امریکا تمام شده، اما ما هنوز هم به او جایی نرسیدیم که باید برسیم و اونجا یک موافقه سیاسی بین افغانها و یک آتش بست دائمی و همه شمول است. کار تمام نیست، به یک فصل نو کار رسیدیم و یک وقت خوب است برای افغانستان، یک چانس تاریخی است که افغان ها بین خود درباره آینده مذاکره میکنن که در گذشته صورت نگرفته و سر مسائل مهم آتش بست و فرمول سیاسی برای حل مشکل افغانستان صحبت میکنن، بحث میکنن که جای خشونت صلح بگیره، جای دشمنی را قبولی یک دیگه بگیره. ما افغان ها امیدوار هستن، ما هم امیدوار هستیم. در این سفر مشخص چی میکنین؟ در این سفر زیادتر کار من متوجه دو چیز است. یکی ای که درباره کمی خشونت و عملی سازی موافقهایی که در موافقه بین امریکا و طالبا صورت گرفته و همچنان در اعلامیه مشترک بین افغانستان و امریکا صورت گرفته، برای عملی کردن از او مشغول هستیم. مجلس هایی داریم که خشونت بسیار زیاد است، افغان ها کشته میشن، باید خشونت کم شوه. این وعده داده شده بود و ما میخواییم که این وعده عملی شوه. قبول کردن؟ در بحث هستیم، باید قبول شوه. چی ابزار دارین بر فشار؟ خوب، ما ابزار زیاد داریم برای از این کار. مسائل دیپلماسی است، مسائل روابط سیاسی است، مسائل مستقیم خود ماست، مسائل دوستای ماست. یعنی ما به امید نیستیم که این کار به دست بیاریم یا موفق شویم در این کار. طالب میگه که معاهده‌ای که با شما در آغاز سال امضا کرد قانون اساسی مذاکرات امروز است. راست میگن؟ او یک قدم بسیار مهم و یک تهداب مهم است. در او چهار چیز ذکر شده بود که یکیش مسئله خروج و مسئله تروریسم و مسئله مذاکره بین افغان ها و رسیدن به یک موافقه است و یک آتش بست همیشگی و کلی است. و این پرنسیپ ها از طرف همه قبول شده و یک قدم یک تهداب کلان هست، یک تهداب مهم است. یعنی میتونم بگویم که معاهده مادر است برای گفتگوهایی که در آینده صورت میگیره؟ این یک پایگاه یا یک تهداب مهم است. آیا طالب بالاها جدی گرفته که این به عنوان اساس مذاکرات و به عنوان تنها اساس مذاکرات در طرز عمل گنجانیده شود؟ این یکی از یگانه مسئله است که هنوز
حل نشده تا جایی که من خبر دارم یا در جریان یک راهی پیدا میشه برای از این کار باید پیدا شوه. چطور؟ خب من نمیخوایم که چون مذاکره به رهبریت افغان ها و با مالکیت افغان ها صورت میگیره و ما در داخل اتاق مذاکره نیستیم. دو هفته میشه که هیئت کلان ندیدن، پنج روز میشه که هیئت تماس ندیده، ما عملا در یک بنبست هستیم. اما کلان ها دیدن یک دیگره و هم آقای استانکزی با کلان های او طرف دیدن روی حل موضوع کار میکنن. ما امیدوار هستم که به یک نتیجه مثبت برسن. شما نظر دارین؟ که از تجربه دو ساله که دارین آیا میتونیم که از این بست بگذاریم؟ من اطمینان دارم که راه هست بر رسید گذشتن از این بست. ما هم باید وقت بنبستایی داشتیم در مذاکره با طالبان و بالاخره با صبر و حوصله و با یک پیدا کردن یک راه تانسی مشکل حل کنیم. می باید هر طرف با او طرف دیگه باید دقیق گوش کنن نگرانی چی هست و او نگرانی ها راه حل باید پیدا شوه. برای ازی که یک طرف نمیتونه بالای دیگه طرف به اصطلاح دکته کنه، باید یک دیگر قانع کنن. طالبان میگن معاهده ای که امریکا و طالب امضا کرده معاهده میان دو ابر قدرت است که و افغان های دیگه شبیه نیپالی هایی هستند که در سفارتخانه ها در کابل در خدمت امریکا است. این غرور از کجا برخواسته؟ خب من خود گفتم در اتاق مذاکره نبودیم. اگر این راپور درست باشه که چون این رفتار میشه با افغان ها مخالف حقایق حقیقت است. یک طرف طالبا هستن، دیگر طرف جمهوری اسلامی افغانستان. این دو که یک هیئت همه شموله به دوحه فرستادن و این به مطابق موافقه که شده با طالبا و اعلامیه که ما داشتیم در کابل صورت میگیره و طالب ابر قدرت نیست. طالب طالب است. ابر قدرت را شکست هم نخورده. امریکا شکست نخورده، هیچ جنگ برنده نداره و برنده یک رای حل سیاسی باید پیدا شود. رای حل نظامی برای مشکل وجود نداره و این مذاکره هم برای طالب چانس است و هم برای دیگه افغان ها برای حکومت و برای مردم افغانستان که به جنگ 40 ساله افغانستان ختم داده شود. اینطور نظری که همه چیز ماستیم و دو طرف هیچ چیز نیست، با دو طرف هر چیزی که ما میخواهیم او را قبول کنه، یک فرمول برای حل سیاسی نیست. این تکرار اشتباهات گذشته است و نتیجه جنگ درست. و افغانستان مثل سوریه شدن بازم میگن نتیجهش او خواهد بود. پس چرا زمانی که ما میگیم این ادبیات که استفاده میشه صلح جویانه نیست، چرا مردم باور کنه آقای سفیر که کسی که به زعم خودش ابرقدرت را شکست داده باید یک شبه همه شمول شوه، دیگران را که کرایی و در خدمت امریکا میگن اونا را مساوی با خود قبول کنه؟ چطور میتونم آیا انتظار همی که شیشتن با هم که ممکن یک چند وقت پیش حاضر نمی بودن که می شیشتن با او طرف، خودش نشانده یک چیز دیگه است و باید طالب آمد رو حدس نزد که تمامشان به یک فکر هستن. اگر کدام شخص چون این چیز را گفته باشه او نظریات شخصی و بی‌حوصلگی و یا نقطه ضعف او خود نفر نشان بده. این مخالف کلچر افغانستان، مخالف حقایق افغانستان و مخالف موافقه که شده اترس صحبت ها صورت گرفته شده. اینا باید چنین صحبت ها را جدی نگرفت. یکان وقتی ما هم با ایشان صحبت داشتیم مذاکره میکردیم چیزهای
به خلطه یا بدون فکر و بدون حساب گفته میشه. بدبختانه یک عادت بد است که وجود داره در انسان ها و در بین افغان ها هم. باید همه چیز به اساس گپای به خلطه فرش شده صورت باید نگیره. آقای سفیر، پس راه حل امی بنبست مشخص که ما فعلا قرار داریم درش چی است؟ آیا موافق هستین که بخش دوم این جمله هم تکمیل شود که اساس این مذاکرات اعلامیه کابل است یا اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل؟ باید موافقه شو بین دو طرف سر یک فرمول در این قسمت یا هم یک امتحان است برای هر دو طرف یا هیچ ذکر نشه. راه های مختلف وجود داره، باید اونا موافقه کنن. از ما اگر مشوره بخواین ما مشوره داریم، میتونیم کمک بکنیم، اما در این قسمت اینا میخواین خودشان این مسئله را حل کنن. این معمول است از تجربه که شما هم در مذاکرات دارین که یک طرز العمله که فقط باید برازی باشه که چی وقت ببینیم، کجا ببینیم، چطور جلسه صورت بگیره، خودش به یک مذاکره کلان تبدیل شوه و به جزئیات بره. خب ما تو یک چیز نداشتیم وقتی که ما مذاکره کردیم با طالبان که سر یک طرز العمل صحبت بکنیم. تنها موافقی ما بود در دفعه که چه وقت میبینیم سر چه موضوع صحبت میکنیم. نمیفهم چرا این مسئله طرز العمل قدر پیچیده شده. طالب پیشنهاد کرده؟ چیز مختلف میشنوم. طالب با باز گفتن که از طرف تیم حکومت مسئله طرز العمل پیشنهاد شده بود، اما من در جیان نیستم که دقیق گفته بتانم چرا ایتو شده. شما ماه گذشته گفتین که به اطمینان گفتین که نمیگذارن این روند شکست بخوره. بله. چی ابزار دارن برای جلوگیری از شکست؟ خب یکی عزیز که برآمدن قوا موافقی که ما کردیم با افغانستان و با طالبا رب داره چهار چیزی که من گفتم، و یک از اون چیزها همی است، مسئله مذاکره هست، و از اون خاطر برای موافقت موافقتنامه‌ای که شده ضرورت است که این چانسی که به دست آمده از این استفاده شوه و یک موافقه سیاسی صورت بگیره، و امریکا حاضر است هر قدمی که ضرور از سوره بگیره که ممد کامیابی از کار و استفاده از این چانس تاریخی صورت بگیره. شما آقای سفیر دو سه بار اشاره کردن که اگر رای حل سیاسی به وجود نبیایه معاهده شما با طالب نمیتونه یک معاهده جدا باشه. دو چیز میخواییم به یک قسمت بگویم که اول خب موافقتنامه ما چهار چیز داره و برآمدن قوای امریکا رب داره به شرایط، و همچنان میبینیم متوجه خود بودیم که کدام طرف سبب اگر پیشرفت صورت نمیگیره مشکل به وجود میاد، کدام طرف زیادتر مسئول از او کار است، و تا حال به این نتیجه نرسیدین که ضرورت به مداخله یا به اعمال نفوذ باشه. ما طرفداری میکنیم از اینکه افغان ها فیصله کردن که خودشان با یکدیگر صحبت کنن. نمیخواین قوای یک کشور خارجی یا یک نماینده کشور خارجی در اتاق باشه، اما اگر فیصله کردن که نه میخواین هر دو طرف که کسی میانجیگری کنه یا کمک کنه، ما به اون مخالفت نداریم. شخصا علاقه مند است؟ نه، مسئله علاقه شخصی نیست که حتما باید امریکا باشه یا حتما باید اگر دو طرف ما از این کمک بکنیم و دیگه کشورها هم حاضر هستن کمک کنن. من از تجربه مستقیم براتون گفتم میتونم که افغانستان خوشبخت است از یک نگاه که علاقه زیاد است برای کمک. تا یک حد کلان در محور شماست. بله، اگر ضرورت باشه که شما در اتاق به عنوان میانجی، تسهیل کننده، جمع کننده دو طرف
ضرورت باشه آماده این نقش هستن یا خیر؟ ما حاضر از این هر کمک کار باشه از طرف ما که او را انجام بدیم. از تجربه دو سال مذاکره با طالب کم و بیش که شما دارین، آیا طالب متحد است یا در درون از اونا هم اختلاف نظر وجود داره؟ دو چیز گفتم ایتانم، هم ای که نظریات مختلف است در این شک نیست، گرچه سر باز پرنسیپا طبعا موافقت هم وجود داره و یک سیستم مشورام زیاد دارن که به یک موافقه بین خود برسن، بحث زیاد میکنن سر هر جمله، بین خود بحث میکنن تا به یک نتیجه که همه موافق شده بتانن برسن. چرا در دقیقی نوت اینا در تیم خود یک تغییرات بسیار کلان آوردن؟ چهره های نو از پاکستان آمد؟ فکر که یک میتونه یک جنبه مثبت داشته باشه که مذاکره را اینا جدی میگیرن، جدی گرفتن که اشخاص بسیار پرنفوذ و در شورای رهبریت و نزدیک به رهبریت روان کردن. من فکر میکنم یک تعداد افکر بودن که ممکن طالبا مذاکره را با دیگر افغان ها با آیت جمهوری اسلامی جدی نگیرن. این فکر من میشه که نشاندنده جدیت جدی گرفتن از این مذاکره باشد. شما دیشب با رئیس جمهور غنی دیدین در دوحه، اونا هم در یک سفر رسمی اینجا هستن. این سفر میتونه تاثیر مثبت داشته باشه بر روند سال؟ خدا کنه. این یک پیشنهاد قطر بوده و دعوت قطر رئیس جمهور غنی و تیمشان اینجا آمدن و ملاقات امروز صورت گرفته. شما چی گفتن دیشب در ملاقاتتان؟ ما به مجلس خوب بود، خوشحال شدم از شنیدن از این که کدام وقت تعیین نشده که در وقت معدود به یک نتیجه رسیده شد، غیر زود باید تیم پس کابل به گفتن که گفتن عجله ندارم تیم تا وقتی که این مسئله حل میشه به یک موافقه رسیده میشه میتونن و باید بمانن. سر مسائل امریکا ما همیشه در عجله هستیم، هر چی زودتر بهتر، اما ما دیدیم با همه عجله‌ای که ما داشتیم در مذاکره با طالبا وقت گرفت. مردم افغانستان میخواین که هر چی زودتر نتیجه به دست بیایه، آتش بس شوه، کمی خشونت شوه و ما طرفدار تقاضای مردم افغانستان هستیم و مجلس ما سر این مسائل هم صحبت کردیم، بحث کردیم با رئیس جمهور و تیمشان. اما شما در گذشته میگفتن که بان در 11 روز فیصله شد، دو هم انتظار داشتن در 100 روز، فکر میکنین عملی است؟ خب 30 روز است. باید یک تقسیم اوقات مد نظر گرفته شوه، اتو نمیشه که سالها را این مسئله در بر بگیره. اما من میفهم که با وقت هم کار است، صبر و حوصله هم کار است، اما باید پیشرفت صورت بگیره، باید این مذاکرات به نتیجه مثبت در یک وقت که قابل قبول باشه. که چقدر است؟ اگر تنها روی کارشی و میتونه از 3 هفته 4 هفته. یک چیزی که من شنیدیم و بخشین گفتان قطع کردم که در پالی بحث در باره کارشی و اصلا تر باز مسائل دیگه هم بحث شروع شده در مجلس های خصوصی، در مجلس های خرد، در مجلس های این بیفایده بیخی نبوده، یک دیگر را شناختن. گرچه موافق هستم که این وقت زیاد گرفته که تا برسن به اجندا و سر مذاکرات سر مسائل اصلا کلان صحبت شوه که میتونه سالها را در بر بگیره. سالها مورد قبول نیست فکر کنم، نه از طرف مردم افغانستان نه از طرف جامعه بین المللی. زیادتر باید سر ماها فکر کرد. ببینیم خوب گپ است. خشونت آقای خلیلزاد با پیمان خود
امریکای کشی را در افغانستان قطع کردن. بله. اما افغان کشی در نتیجه پیمان یا پس از امضای پیمان بیشتر شده. یعنی طالب میگه که به امریکا احترام دارم، اما برای با احترام به نیپالی ها، به نیپالی هایی که در دروازه شان هست که هدفشان افغان است، اونا دشمن سرسخت ما است. بله. چی رازی داری است؟ اول خب موافق نیستم با این که افغان ها را کشتارشان نظر به سالهای گذشته بیشتر شده، این نیست. مطابق مطالعه که ما داشتیم از ماه جنوری تا آخر ماه جولای، هم از نقطه نظر قوای امنیتی و هم از مردم ملکی، تعداد تلفات کمتر بوده نظر به سال گذشته یا سالهای گذشته. اما این معنای ادی نیست که تعدادی که کشته و زخمی شدن قابل قبول است. در بعضی روزها تلفات بالاتر از 100 نفر در افغانستان است. شما آگاه هستید؟ بالکل قابل قبول نیست. ما طرفدار آتش بس و طرفدار کم شدن خشونت هستیم. ما صدا میکنیم سر تمام اطراف در جنگ که باید خشونت کم شوه، باید با موافقه که شده اون موافقه، باید موافقت نامه عملی شوه. او جز او داره. چی میگن آقای سفیر شما برای اقارب و دوستای خودتان که در افغانستان هستن، برای دوستای کودکیتان که جنگ طالب در برابر امریکا ختم شد اما مردم افغانستان بیشتر قربانی میشن امروز؟ این عجیب است برای ما که طالب از یک طرف سر قوای خارجی که ما از او خوش هستیم، از او قسمت املاک صورت نمیگیره، بسیار کمتر شده، و از دیگه طرف جنگ با افغان ها دوام داره. ما میخواییم که جنگ هم ختم شد. اونا میگن که ما با امریکا مذاکره کردیم و به یک نتیجه رسیدیم، و چون به نتیجه رسیدیم جنگ ختم شده بین ما و امریکا. حالا میخواییم با افغان ها بشینیم، با افغان ها مذاکره کردیم و در اون وقت آتش بستم جزء حیاتی چهار شرط پرنسیب اساسی است. اما ما با این نظر هستیم که باید هرچی زودتر آتش بس شود و هرچی زودتر خشونت کم شود. ما طرفدار از او هستیم و در بحث هستیم با طالب ها برای کمی خشونت، چون وعده های صورت در گرفته بود. بحث هستیم. اما در جنگ چطور؟ جنرال جنگ شما آقای ملر همین اکنون هم برای شما است در دوحه. بله. ظاهرا یک توازن بین کابل و دوحه حفظ میکنه. اول خوب باید بگویم که شما در جریان هستین که ما در موقعی که با طالبا داشتیم این حق قبول کردن اونا که امریکا قوای خارجی حق دارن که از قوای افغان دفاع کنن، و آقای ملر این کار کرده و این کار میکنه و این کار خواهد کرد، و ما با کمک‌های خود به قوای امنیتی افغانستان دوام دادیم، دوام میتیم. و اما حتی اگر طالب کشته شود، خب ما خود در طالب ها شکایت دارن که تلفات از اونام زیاد است که در اثر حمله امریکا، در اثر حمله امریکا، در اثر دفاع از قوای افغان. ایره طالب ها ایران میگن، ما از اون خوش نیستیم اصلا. مثل افغان ها امریکا هم از جنگ در افغانستان خسته شده. بهترین رایی است که هرچی زودتر کمی در خشونت صورت بگیره و هرچی زودتر موافقه سیاسی صورت بگیره که جنگ افغانستان ختم شد. در رابطه به خروج شما اشاره کوتاه داشتین، از آخرین پرسش هایم است. تا نوامبر سقف نیروهای امریکایی در افغانستان به 4400 میرسه، پس از نوامبر کمتر خواهد شد؟ او باید یک مطالعه شود، دیده شود. جنرال ملر میگه که با 4500 نفر میتونه که مسئولیت خود در مقابل قوای افغانستان در از نگاه همکاری و همچنان با مقابله با تروریسم انجام بده. بودن در افغانستان از نگاه نظامی یک هدف به ذات خود یا نیست، به شرایط ربط داره.
و به تقاضای مردم و حکومت افغانستان تعلق داره. ما طرفدار یک رابطه دوامدار و مثبت با افغانستان هستیم. ما در حال تعدف نیست که افغانستان به اصطلاح فراموش کنیم. نه، ما میخوایم یک میراث و یک همکاری خوب داشته باشیم. طبعا ما که نیروهای امریکایی هم باشه. خب شرایطش به شرایط تو ضرورت داره و به تقاضا ضرورت داره و اما امریکا آماده از این است اگر حکومت پس اگر شرایط قسمی باشه که ضرورت برشان باشه میمانیم. اگر شرایط اوش به شرط همیشه من میگم که برآمدن قوا یا موجودیت قوا به شرایط ربط داره. آیا تغییر در واشنگتن در انتخابات تأثیر روی پروسه صلح خواهد داشت؟ دیده شوه. من خب به صورت کلی گفته میتونم که این رای را که ما تعقیب میکنیم، همکاری با افغانستان و در این زمان چون رای حل نظامی نیست، پیدا کردن یک رای حل سیاسی، یک موافق سیاسی ازی کرده، یک را یک آپشن بهتر وجود نداره. پس به اون نگاه حدس من است که تغییر زیاده در این قسمت صورت نخواهد گرفت. اما نمیشه به اطمینان گفت. ببینیم که آیا تغییری میآید در سیاست یا نه. اما من شانس زیاد نمیبینم که تغییر بیاید در سیاست. پایان این فیلم که برخی افغان ها میگن ما این فیلم بارها دیدیم، از نظر شما چگونه است؟ پایان فیلم یک موافقه سیاسی، پند از تجربه های گذشته، عدم تکرار اشتباهات از طرف کلانا، جای خشونت قبولی یک دیگه، جای جنگ آشتی و یک افغانستان آرام و نسبت به فعلا یک افغانستان که مردم در آرامی زندگی کنن، پیشرفت صورت بگیره، یک هدف بوده که ما از خردی های خود داشتیم و بدبختانه تجارب بسیار بدی را دیدیم و امیدوار هستم که از اون تجارب یاد گرفته شود و یک راه بهتر تعقیب شود. امیدوار هستم، بودیم و میمانم. سلامت باشین. شما زنده باشین. سلامت باشین شما. خوش شدم دیدم تانه. بخیر باشین.